سکر و تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش، نوشته هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت، با صدای هلیا مقصودی، قسمت پنجم همین که به فرودگاه هلسینکی رسید، ینهایش را به یورو تبدیل کرد. یک فروشگاه موبایل پیدا کرد و ساده ترین گوشی موجود را خرید با سیمکارت اعتباری. بعد از ترمینال فرودگاه بیرون زد و ساک به دوش سمت ایستگاه تاکسی ها رفت. سوار یک تاکسی بنز قدیمی شد و اسم هتلش را به راننده گفت. از فرودگاه خارج شدند و افتادند توی بزرگ راه. با اینکه اولین سفر خارجی سکرو بود نه جنگل های سبز سیری که از کنارشان میگذشتند و نه بیلبورد هایی که به زبان فندلاندی بود هیچ کدام به او حس پا گذاشتن به کشوری خارجی را نمیداد. مسلما برای اینکه به اینجا برسد راه طولانی تری نسبت به توکیو تا ناگویا طی کرده بود ولی حس و حالش در اینجا با زادگاهش متفاوت نبود فقط پول کیف پولش عوض شده بود همان لباسهای معمولش را به تن داشت شلوار کتان و پیراهن مشکی و کت نخی قهوه‌ای روشن و کفش ورزشی. وقت بستن ساک کمترین لباس ممکن را برداشته بود. فکر کرده بود اگر چیز بیشتری لازمش شود می تواند همانجا بخرد. راننده تاکسی از آینه عقب نگاهی کوتاه به رو انداخت و به انگلیسی پرسید از کجا میای؟ مردی میان سال بود با ریش پرپشت. سکورو جواب داد ژاپن با این باره کم راه زیادی اومدی از بار سنگین خوشم نمیاد راننده خندید کی خوشش میاد ولی تا به خودت بیای میبینی دور و برت شده بار زندگی همینه و باز خوشحال لبخند زد سکرو هم خندید راننده پرسید کارتون چیه؟ ایستگاه قطار می سازم. مهندسی؟ بله. اومدی فندلاند که اینجا هم ایسگاه بسازی؟ نه. برای تعطیلات اومدم. برای دیدن یه دوست. خوبه. بهترین چیزای زندگی یکی تعطیلات یکی هم دوست. آیا همه فنزلاندی ها اهل صادر کردن جمله های قصار شوخ طبعانه در خصوص زندگی بودند؟ یا فقط همین یک راننده اینطوری بود؟ سکر و امیدوار بود دومی دو باشد. نیم ساعت بعد وقتی تاکسی جلوی هتلی در مرکز هلسینکی نگه داشت سوکورو چندان مطمئن نبود که باید انعام هم بدهد یا نه. متوجه شد در کتاب راهنمای فندلاند دنبال این سوال نگشته. در واقع دنبال هیچ سوال دیگری هم درباره فنلاند نگشته بود. کمی زیر ده درصد به کرایه تاکسی متر اضافه کرد و به راننده داد. راننده ظاهرا خوشحال شد و به او رسید سفید داد که نشان میداد احتمالا تصمیم درستی بوده. حتی اگر نبود هم پیدا بود که راننده ناراحت نیست. هتلی که سارا برایش انتخاب کرده بود جایی قدیمی وسط شهر بود. پادوی موبور خوشقیافی او را با آسانسوری قدیمی تا اتاقش در طبقه چهارم همراهی کرد. اساسه اتاق قدیمی بود. تختی بزرگ و محکم داشت و کاغذ دیواری رنگ رو رفته ای با طرح برگ های سوزنی کاج دیوارها را پوشانده بود. حمام یک وان پای پنجهی قدیمی داشت و پنجره ها عمودی باز میشدند. پردهها پرده ها کلوفت بودند و پرده تور نازکتری جلوی پنجره کشیده شده بود. همه جای اتاق بوی خفیف خاطر انگیزی میداد. داد. سکرو از پشت پنجره واگنهای سبز تراموا را دید که وسط بلواری عریض پیش می رفتند. در مجموع اتاقی راحت و آرام بخش بود. اتاق نه قهوه ساز داشت نه تلویزیون LCD ولی برای سکرو مهم نبود. در هر صورت از هیچ کدامشان استفاده نمی کرد. سکرو به پادو گفت ممنون اتاق خوبیه و دو سکه یک یورویی به او انعام داد. پادو نیشش باز شد و فرز مثل گربه زبر و زرنگ از اتاق بیرون زد. تا دوش بگیرد و لباس بپوشد دیگر شب شده بود. ولی بیرون هنوز مثل سر زهر روشن بود یک ماه نیمه وسط آسمان توی چشم میزد. مثل سنگ پای لهیده‌ای که کسی پرتاب کرده باشد و چسبیده باشد تخت سینه آسمان رفت پای میز متصدی هتل توی لابی و از زن موسرخی که آنجا کار میکرد نقشه رایگان شهر را گرفت. نشانی دفتر مسافرتی سارا را به زن گفت و زن جای آن را با خودکار روی نقشه علامت زد. دفتر مسافرتی کمتر از سه تا چهار راه با هتل فاصله داشت. به توصیه متصدی گوش کرد و برای اتوبوس و مترو و تراموای شهری بلیت چند منظوره خرید. متصدی برایش توضیح داد که چطور سوارشان شود و نقشه خطوط شهری را هم داد دستش. زن چهل و ساله میزد. چشمهای سبز روشن داشت و خیلی مهربان بود. هر وقت سوکورو با زنی بزرگتر از خودش حرف میزد حالی طبیعی و آرام پیدا می کرد. و انگار مهم هم نبود کجای دنیا باشد. به گوشه ساکتی در لابی رفت و از گوشی موبایلی که در فرودگاه خریده بود به خانه کرو در شهر زنگ زد. تلفن روی پیامگیر رفت. صدای بم مردانه ای حدود 20 ثانیه به زبان فنلاندی حرف زد و بعد بوق خورد که بعدش سکرو می توانست پیام بگذارد ولی چیزی نگفت و قطع کرد. مدتی صبر کرد و دوباره زنگ زد نتیجه همان بود صدای پیامگیر لابد صدای شوهر کرو بود اصلا نمیدانست صدا چه میگوید ولی برداشتش این بود که آدمی است بیشیل پیله و مثبت صدای مردی بود تندرست و سرحال که زندگی راحت و آسودهای سپری کرده بود سکو رو قطع کرد. گوشی را گذاشت توی جیبش و نفس عمیقی کشید. حس خوبی نداشت. ممکن بود کرو اصلا در خانهش نباشد. کورو شوهر و دو تا بچه داشت و الان هم ژوئیه بود و ممکن بود همانطور که سارا حد زده بود کل خانواده برای تعطیلات تابستانی به ماجورکا رفته باشند. ساعت شش و نیم بود. دفتر مسافرتی که سارا حرفش را زده بود بدون شک تعطیل بود ولی ضرر نداشت امتحان کند. دوباره گوشی را از جیبش درآورد و شماره دفتر را گرفت. کسی گوشی را برداشت، سکر و جا خورد. صدای زنانه ای به فنلاندی جواب داد. سکرو به انگلیسی گفت ببخشید. اولگا هست؟ زن به انگلیسی روان جواب داد. خودم هستم. سکرو خودش را معرفی کرد و گفت که سارا پیشنهاد داده به او زنگ بزند. اولگا گفت بله آقای تازاکی سارا درباره شما با من حرف زده. سکرو وضعیتی را که توش بود توضیح داد. اینکه آمده دوستی را ببیند ولی وقتی زنگ میزند فقط پیامی تلفنی به زبان فنلاندی میشنود. شما الان توی هتلی؟ بله. من الان دارم دفتر رو میبندم. میتونم تا نیم ساعت دیگه اونجا باشم. میتونیم توی لابی هم دیگر رو ببینیم؟ اولگا بور بود و جین تنگ و بلوز آستین بلند سفید پوشیده بود. 28 نه ساله میزد. حدود 170 سانت قدش بود و صورت پر و سرخ و سفیدی داشت. به دختری میمانست که در خانواده کشاورز ثروتمندی به دنیا آمده باشد و با دسته مرغابی پر سر و صدا بزرگ شده باشد. موها را از پشت بسته بود و یک کیف سیاه ورنی از شانهش آویزان بود. شست خوبی داشت. مثل پیک نام بری بود با بسته مهم برای تحویل دادن که با قدم های بلند وارد هتل می شود. با هم دست دادند و کنار هم روی کاناپه وسط لابی نشستند. سارا چند بار به هلسینکی آمده بود و هر بار هم با اولگا کار کرده بود. برای همین اولگا فقط همکارش نبود. از قرار دوستش هم بود. اولگا پرسید چند وقتی سارا رو ندیدم. حالش چطوره؟ سکر رو جواب داد. خوبه درگیر کار و همیشه راهی جایی به من که زنگ زد گفت شما یک دوست نزدیک و شخصی هستی سکورو لبخند زد پیش خودش تکرار کرد دوست نزدیک و شخصی اولگا گفت خوشحال میشم هر جوری بتونم کمک کنم اصلا ملاحظه نکن چهرش باز شد و یک راست به چشم های سکرو نگاه کرد. ممنون. حس کرد اولگا دارد سبک سنگینش می کند که ببیند در حد و اندازه دوستی با سارا هست یا نه. سکرو امیدوار بود از این آزمون سربلند بیرون بیاید. اولگا گفت اگه ایرادی نداره بذار پیامو بشنوم. سوکورو موبایلش را درآورد و شماره آپارتمان کورو را گرفت اولگا در این مدت از توی کیفش دفترچه یادداشت و خودکار طلایی باریکی درآورد و گذاشت روی پایش. سوکورو همین که صدای زنگ را شنید، گوشی را داد دست اولگا. او پیام را با قیافه جدی گوش کرد و تون, تون اطلاعات لازم را یادداشت کرد. بعد قطع کرد. به نظر زن باهوش و قابلی می آمد و سکرو فکر کرد احتمالا او و سارا همکاری خوبی با هم دارند. اولگا گفت به نظرم صدای شوهر این خانومه. از هفته پیش رفتن به یک کلبه ییلاقی تا وسط اوت هم بر نمی گردن. شماره تلفن کلبه رو داد. دوره؟ نگفت کجاست از این شماره تلفن فقط میشه گفت که توی فنلانده اگه به این شماره زنگ بزنی معلوم میشه کجاست سوکورو گفت اگر این کار رو برای من بکنی واقعا ممنون میشم فقط یه خواهش دارم نمیخوام اسم منو توی تلفن بگی اگه بشه نمیخوام به فهم دارم میرم ببینمش. اولگا انگار کنج کاف شده بود. سوکورو اینطور توضیح داد. اون یکی از دوستای خیلی خوب دبیرستان منه ولی خیلی وقته که ندیدمش. احتمالا اصلا فکرش رو هم نمیکنه که من بیام دیدنش. امیدوارم قافل گیرش کنم. اولگا گفت قافلگیر کف دست را رو روی زانو گذاشت فکر کنم باحال بشه امیدوارم اونم با شما موافق باشه دوست دخترت بوده؟ نه. از اینجور رابطه ها نبود. ما هر دو توی یک جمع دوستانه بودیم همین. ولی خیلی صمیمی بودیم. دوست خوب دبیرستانی کم پیدا میشه. منم توی دبیرستانم یه دوست خوب داشتم. هنوزم زیاد همون میبینیم. اون وقت دوست شما با یه فنلاندی ازدواج کرد و برای زندگی اومد اینجا. شما خیلی وقته که ندیدیش درسته؟ شونزده سال اولگا با انگشت اشاره شقیقش را چند بار مالید متوجه هم پس من سعی می کنم بدون اینکه اسم شما را ببرم آدرس را ازش بگیرم یه راه خوب پیدا می کنم می شه اسمش رو به من بگی؟ سکرو اسم کرو را در دفترچه یادداشت او نوشت دبیرستان توی چه شهری بود؟ ناگویا اولگا دوباره گوشی او را گرفت و شماره ای را که پیام تلفنی داده بود گرفت. تلفن چند بار زنگ زد بعد کسی جواب داد. اولگا به فندلاندی با لحنی دوستانه با او حرف زد. توضیحی داد. بعد کسی که پشت تلفن بود سوالی از اولگا کرد و اولگا باز توضیح کوتاهی داد. چند بار اسم کسی به اسم اری را برد. بعد از چند بار رد و بدل شدن سوال و جواب، به نظر رسید آدم پشت خط متقاعد شد. اولگا خودکارش را در آورد و چیزی یادداشت کرد. معدبانه از او تشکر کرد و گوشی را قطع کرد. گفت نتیجه داد. اسم خانوادگیشون هاتایننه. اسم کوچیک شوهرش ادوارد که الان تابستون رو در کلبهشون لبه دریاچه میگذرونه. کلبه بیرون شهری به اسم هامین لینا، سمت شمال غرب هلسینکی. طبیعتا ایری و بچه ها هم پیششن. اولگا لبخندی شیطنت ها میزد. من یه دروغ کوچولو گفتم. گفتم از شرکت پستی فدکس زنگ میزنم و بسته ای دارم از ناگویای ژاپن برای اری. بعد پرسیدم بسته رو باید به کجا ارسال کنم. شوهره اصلا شک نکرد و آدرس رو داد. اینم آدرس. برگه دفترچه یادداشتش را کند و داد دست سکرو. بعد بلند شد رفت پای میز متصدی هتل نقشه جنوب فندلاند را آورد بازش کرد و جای هامین دینا را رویش علامت زد. اینجاست. آدرس کلبه ییلاقیشون رو گوگل میکنم. دفتر ما الان تعطیله ولی فردا پرینت میگیرم و به دستت میرسونم. تا اونجا چقدر راهه؟ خب بذار ببینم حدود 100 کیلومتر. با ماشین از اینجا حدود یه ساعت و نیم. تا خود اونجا بزرگ راهه قطارم هست. ولی اون وقت اونجا دوباره ماشین لازم داری که تا بشون بری. ماشین کرایه کنم. توی هامیندینا لب دریاچه یک کاخ خیلی قشنگ دیدنی هم هست. با خونه ای که سیبلیوس آهنگساز توش به دنیا آمده. ولی فکر کنم تو کارهای مهمتری داری. فردا هر وقت راحت بودی یه سر به دفتر ما بزن. ما ساعت نه باز میکنیم. نزدیکمون یه دفتر ماشین کرایه‌ای هست. خودم ترتیب ماشین رو برات میدم. سکرو از او تشکر کرد و گفت کمک بزرگی هستی. اولگا گفت دوست خوب سارا دوست منم هست. و چشمک زد. امیدوارم بتونی ایری رو ببینی و امیدوارم قافلگیرم بشه. منم امیدوارم. راستش فقط برای همین اومدم اینجا. اولگا لحظه ای تردید کرد بعد گفت میدونم که ربطی به من نداره ولی لابد چیز خیلی مهمیه که تو رو واداشته این همه راه تا اینجا بیای که ببینیش. مهم برای من شاید ولی برای اون شاید نه. اومدم که همینو بفهمم. انگار قضیه پیچیده است. شاید برای من پیچیده تر از اون باشه که بتونم به انگلیسی توضیح بدم. اولگا خندید. بعضی چیزا توی زندگی اونقدر پیچیدن که به هیچ زبونی نمیشه توضیحشون داد. سکر رو سرتکان داد. از قرار معلوم صادر کردن جمله های قصار شوخ در خصوص زندگی خصوصیت مشترک همه فنزلاندی ها بود. شاید زمستان های طولانی در این زمینه بی تأثیر نبود. ولی حق با اولگا بود. مشکلی بود که هیچ ربطی به زبان نداشت. به احتمال زیاد. اولگا از روی کاناپه بلند شد. سکرو هم بلند شد و با او دست داد. پس تا فردا صبح. فکر کنم اختلاف ساعت شما رو دوچار بیخوابی هم کرده باشه. خورشیدم که تا دیر وقت وسط آسمونه. آدمایی که عادت ندارن خوابشون به هم میریزه. بد نیست از متصدی هتل بخوای فردا تلفنی بیدارت کنه. سکرو گفت همین کار رو میکنم. اولگا کیفش را انداخ انداخت روی دوشش از لابی رد شد و از در بیرون رفت بر نگشت پشت سرش را نگاه کند سکرو برگی را که اولگا بهش داده بود تا کرد گذاشت توی کیف پولش و نقشه را هم توی جیبش گذاشت از هتل بیرون رفت که پرسه ای در شهر بزند دست کم حالا آدرس ایری را میدانست او آنجا بود همراه شوهر و دو بچه کوچکش. حالا فقط مانده بود این که آیا حاضر است سکرو را ببیند یا نه؟ ممکن بود سکرو نیمی از دنیا را پرواز کرده باشد که او را ببیند و او هم ممکن بود حاضر به دیدنش نشود. کاملا ممکن بود. به گفته آو کرو بود که سر ماجرا اول از همه جانب شیرو را گرفته بود و بقیه را وا داشته بود با سکرو قطع رابطه کنند. سکرو نمیدانست بعد از قتل شیرو و از هم پاشیدن گروه کرو ممکن است چه احساسی به او داشته باشد. ممکن بود برایش به کلی بی اهمیت باشد. تنها کاری که سکرو از دستش برمی آمد، این بود که برود او را ببیند و بفهمد. ساعت از هشت شب گذشته بود. ولی همانطور که اولگا گفته بود خورشید انگار قصد غروب کردن نداشت. خیلی از فروشگاه ها هنوز باز بودند و خیابانها که همچنان مثل روز روشن بودند، مملو از آبر. آدمها ریخته بودند توی کافه ها، آبجو و شراب می نوشیدند و گپ میزدند. سکرو در خیابان های قدیمی که دو طرفش سنگ فرش های گرد بود قدم میزد که ناگهان، بوی ماهی کبابی به دماغش خورد. یاد ماهی ماکرل کبابی رستوران های ژاپنی افتاد. گرسنه بود. بو را دنبال کرد تا یه خیابان فرعی ولی نتوانست منبع بو را پیدا کند. گشتن دنبال جایی برای خوردن غذا درد سر زیادی داشت. برای همین با دیدن یک پیتزا فروشی در همان نزدیکی رفت جلو. سر یکی از میزهای بیرون نشست و پیتزا مارگریتا با چای سرد سفارش داد. صدای سارا را میشنید که به او می خندد. سوار هواپیما شدی و این همه راه تا فندلاند رفتی که پیتزا بخوری؟ قطعا مایه تفریح سارا می شد. ولی پیتزا از غذا خوشمزه از آب درآمد خیلی بهتر از چیزی که انتظار داشت پیتزا را توی اجاق زغالی واقعی پخته بودند و نازک و ترد بود با آثار خوش بوی زغال روی سطح نان این پیتزا فروشی ساده پر از خانواده و زوجهای جوان بود یک دست دانش آموز هم بودند همه داشتند با پیتزاهایشان یا آبجو میخوردند یا شراب خیلیها هم سیگار دود میکردند سکرو میدید تنها کسی که تنها نشسته و با پیتزایش چای سرد میخورد خودش است همه بلند بلند و سرزنده حرف میزدند کلمه هایی که میشنید همه فندلاندی بود ظاهرا پیتزا فروشی مشتری های محلی داشت نه توریست. بالاخره این فکر به سرش خطور کرد. حالا از ژاپن دور است. حالا در کشور دیگری است. هر جا که بود کم و بیش همیشه تنها غذا میخورد. برای همین از این بابت مشخصا اذیت نمیشد ولی اینجا صرفا تنها نبود تنها بود ولی به دو معنا غریبه هم بود آدمهای دور به زبانی حرف میزدند که او نمیفهمید این حس تک دادن متفاوت بود با حال طبیعیش در ژاپن دید که حس بدی هم نیست تنها بودن به دو معنا شاید شبیه منفی در منفی میشد انزوای منفی در منفی به عبارت دیگر برای او که خارجی بود تکف دادن در اینجا کاملا با عقل جور در می آمد. اصلا هیچ چیز عجیبی نداشت این فکر آرامش کرد. دقیقا سر جای درستش بود. دست بلند کرد. پیش خدمت را صدا کرد و یک لیوان شراب قرمز سفارش داد. شرابش تازه رسیده بود که آکارد اون زن پیری سر رسید. جلقه ای داشت و کلاه پاناما سرش بود. سگی با گوشهای نکتیز دنبالش می آمد. آکارد اون زن با دستهای ماهر بند قلاده سگ را به تیر چراغ خیابان بست. انگار اسبی را به نرده ببندد. بعد به تیر تکیه داد و شروع کرد به نواختن آهنگ های محلی اروپای شمالی. پیدا بود که نوازنده دور گرد کهنه کاری است. بارها تمرین کرده بود و بی زحمت می نواخت. بعضی از مشتری ها هم با آهنگش دم گرفتند. نوازنده آهنگ های درخواستی مشتری ها را هم می زد. از جمله نسخه فندلاندی آهنگ بیره نباشه الویس پریسلی را هم زد. سگ لاغر روی سیاهش آنجا نشسته بود و به هیچ چیز دور و برش نگاه نمیکرد چشمهاش روی نقطه ای در هوا مات مانده بود انگار یاد گذشته ها افتاده باشد گوشهاش نمی جنبید و خودش هم جم نمی خورد بعضی چیزا توی زندگی اونقدر پیچیدن که به هیچ زبونی نمیشه توضیحشون داد. سکرو همانطور که شرابش را مزمزه میکرد، فکر کرد اولگا کاملا راست میگوید. نه فقط نمی شود به بقیه توضیح بدهی که به خودت هم نمی شود. اگر خودت را مجبور کنی به توضیح دادن یک مشت دروغ تحویل می دهی. در هر حال میدانست که فردا لابد همه چیز را روشنتر خواهد دید فقط باید صبر کرد. اگر هم چیزی دستگیرش نمیشد باز هم ایرادی نداشت دیگر کاری از دستش بر نمیآمد سکوروی بیرنگ صرفا دنباله زندگی بیرنگش را میگرفت مزاحم کس دیگری نمیشد. به سارا فکر کرد به پیراهن نعناییش خنده سرخوشش و مرد میان سالی که سارا دست در دستش با او قدم زده بود ولی این فکرها به هیچ جا نمی رسندش. قلب آدمی زاد مثل شب است. بی صدا منتظر چیزی می ماند و وقتش که شد یک راست به سویش می پرد. چشمها را بست و خود را به نوای آکارده اون سپرد. ملودی های یک نواخت از وسط قیل و قال آدم ها راه خود را باز میکرد و به او می رسید. مثل بوق مه کشتی که کم و بیش در قررش موجها گم می شود. نصف شرابش را بیشتر نخورد. چند اسکناس و سکه روی میز گذاشت و بلند شد. یک سکه یک یورویی توی کلاه جلوی آکاردون زن انداخت و مثل بقیه ی آدم ها دستی هم به سر سگش کشید. سگ انگار بخواهد خود را مجسمه سفالی کوچکی جا بزند هیچ واکنشی نشان نداد. سکرو قدم زنان سر صبر به هتل برگشت. سر راه پای دکه ای ایستاد و آب معدنی خرید با نقشه کامل تری از جنوب فندلاند. توی پارک وسط بولوار اصلی ادهی مهره های شطرنج آورده بودند و سر میزهای سنگی بازی می کردند. همه مرد بودند، بیشترشان مردهای مسن. درست خلاف مشتری های پیتزا فروشی صدا از هیچ کدام آنها در نمی آمد. تماشاچی هاشان هم ساکت بودند. فکر عمیق به سکوت نیاز داشت. بیشتر آبرها سگ داشتند. سگها هم ساکت بودند. سکرو قدم میزد و بوهای پراکنده ماهی و گوشت کبابی به دماغش میخورد. ساعت حدود نه شب ولی هنوز یک گل فروشی باز بود و توی پیاده رو چند ردیف گل رنگ و رنگ تابستانی طبقه طبقه روی هم چیده شده بود. به نظر می رسید که شب پاک از یادها رفته. سر میز پذیرش هتل گفت که ساعت هفت صبح با زنگ تلفن بیدارش کنند. بعد ناگهان فکری به سرش زد و پرسید این نزدیکی ها استخر شنا هست؟ زن متصدی اخم مختصری کرد و رفت توی فکر. بعد معدبان سرش را تکان داد که نه. انگار بخواهد به دلیل برخی کمبودها در تاریخ زندگی مردم کشورش پوزش بخواهد. خیلی متاسفم. ولی بدبختانه این دورو برای استخر نیست. سکرو برگشت به اتاقش. پرده های سنگین اتاق را کشید تا جلوی نور را بگیرد. لباسها را درآورد و روی تخت دراز کشید ولی نور مثل خاطرهی کهنه که به سادگی پاک نشود همچنان درون اتاق نشت می کرد. به سقف تاریک اتاق زل زده بود و فکر می کرد. چه عجیب که برای دیدن کرو اینجاست. در هلسینکی و نه ناگویا. شب اروپای شمالی که روشنای منحصر به فردی داشت در دلش لرزشی قریب انداخت. تنش نیاز به خواب داشت ولی ذهنش دست کم برای مدتی در پی بیداری بود به شیرو فکر کرد مدت ها میشد خوابش را ندیده بود به آن خواب ها فکر کرد همیشه احساساتی چندگانه و پیچیده تکانش میداد ترکیب عجیبی از گناه و میل احساسات ویژه‌ای که تنها از نهان ای تاریک و ناشناخته برای بقیه یادمها برمیخواست. همان جایی که واقعیت و مجاز رازگونه در هم می آمیختن. عجیب بود که دلتنگ این احساسات شده بود. برایش مهم نبود که چه جور خوابی باشد یا او را دچار چه حالی کند. فقط میخواست یک بار دیگر شیرو را در خواب ببیند. خواب، سرانجام، او را در خود فرو برد. ولی خواب ندید. ساعت هفت با زنگ تلفن از خواب بیدار شد. عمیق و طولانی خوابیده بود و سر تا سر بدنش کرخی خوشایندی داشت. دوش گرفت. ریشش را تراشید و مسواک زد. تنش هنوز لخت بود. آسمان تیره و تار بود با لایه نازکی ابر ولی بعید بود باران بگیرد. سکر و لباس پوشید. به رستوران هتل رفت و صبحانه ساده بوفه را خورد. بعد از ساعت نه به دفتر اولگا رسید. دفتر دنج کوچکی بود وسط یک خیابان سربالایی. اولگا آنجا فقط با یک نفر دیگر کار میکرد. مردی قد بلند با چشمهای قلمبه ماهی شکل. مرد پای تلفن بود و داشت چیزی را توضیح میداد. به دیوارها پوسترهای رنگی دیدنی های فندلاند بود. اولگا چند برگ نقشه برای سکرو پرینت گرفته بود. کلبه هایتانن ها در ساحل شهری کوچک بود به فاصله کمی از همین لینا. الگا آنجا را برایش زب در زده بود. کلبه لب دریاچه ای بود باریک و پیچ در پیچ. مثل آب راهی دراز که ته ندارد. دریاچه را ده ها هزار سال پیش یخچال های طبیعی به تدریج در دل زمین کنده بودند. اولگا گفت اگه مسیر بزرگ راه و دنبال کنی برات ساده میشه. فندلاند مثل توکیو و نیویورک نیست. جاده هاش اونقدر شلوغ نیست و کافی تابلوها رو دنبال کنی و به گوزنام نزنی. اون وقت حتما به مقصد میرسی. سوکرو از او تشکر کرد. اولگا گفت برات ماشینم کرایه کردم. یه فولکس واگن گلف که فقط دو هزار کیلومتر راه رفته. تونستم یکم تخفیفم بگیرم. ممنون عالیه امیدوارم همه چی خوب پیش بره به هر حال این همه راه اومدی اولگا لبخند خوشایندی زد اگه به هر جور مشکلی برخوردی ملاحظه نکن و زود به من زنگ بزن باشه ملاحظه نمیکنم یادت باشه مواظب گوزنا باشی این جونورا خیلی کودنند. مواظب باش زیاد تون نری. باز دست دادند و با هم خداحافظی کردند. در دفتر ماشین های کرایهی سکر و سوار گلف جدید سرمه رنگ شد. زنی که آنجا بود راهنماییش کرد که چطور خودش را از مرکز شهر به بزرگ راه برساند. چندان پیچیده نبود ولی باید دقت می کرد. به بزرگ راه که می رسید بقیهش ساده بود. در بزرگراه سوکورو از رادیو اف ام موسیقی گوش می کرد و با حدود 100 کیلومتر در ساعت به سمت غرب می راند. بیشتر ماشین ها سبقت می گرفتند ولی برایش مهم نبود. مدتی می شد که رانندگی نکرده بود و اینجا برعکس ژاپن فرمان ماشینها سمت چپ امیدوار بود وقتی به کلبه هایتانن ها برسد که آنها ناهارشان را خورده باشند. هنوز خیلی وقت داشت و نیازی نبود عجله کند. یک کنسرت و ترومپت عالی دلانگیز از شبکه موسیقی کلاسیک رادیو پخش میشد. هر دو طرف بزرگ راه جنگل بود. برداشت سکرو این بود که این کشور از این سر تا آن سرش سرسبز است. بیشتر درختها قان سفید بودند و پراکنده کاج و سنوبر و افرا هم میدید. کاجها از آن کاجهای سرخ بودند با تنه های افراشته بلند. شاخه های درختان قان خمیده بود. هیچ کدام از این درختها از گونه هایی نبودند که در ژاپن پیدا شوند. در فواصل مسیر تک و توک درختان برک پهن هم بودند. پرنده های با بال های خیلی بزرگ در جستجوی شکار آهسته و قوت خوران در باد چرخ می زدند. گهگاه بام خانه های زرایی به چشمش می خورد. مزرعه ها در اندشت بودند و پشت پرچین ها دام هایی می دید که سلانه سلانه و زنگوله به گردن راه می رفتند. علوفه را زده بودند و با ماشین به شکل عدل های گرد بزرگ درآورده بودند. پیش از ظهر به هامین لینا رسید. ماشینش را در پارکینگی پارک کرد و یک روبی در شهر قدم زد. بعد به کافه ای رفت که مشرف بود به میدان اصلی و قهوه و نان کروسان خورد. زیادی شیرین بود ولی قهوه قوی و خوشتم بود. آسمان هامین لینا هم مثل آسمان هلسینکی بود پشت پرده نازکی از ابرها. خورشید شبه نارنجی تاری بود در نیمه راه رسیدن به بالای آسمان. بادی که در میدان شهر میوزید کمی خنک بود. سکرو روی پیراهنش پولیور نازکی پوشید. در لینا توریست کم بود. در خیابانها آدمهایی بودند با لباسهای معمولی و کیسه خرید به دست. حتی در خیابان اصلی شهر بیشتر مغازه ها مواد غذایی و خرت و پرت روزانه می فروختند. مشتری هایشان عمدتا محلی ها بودند و مسافر های ساکن کلبه های ییلاقی. آن دست میدان کلیسایی بزرگ بود. بنای قطور و کوتاه با بامی گرد و سبز رنگ. یک دست پرنده سیاه مثل موجهای ساحلی پر جنب و جوش از بام کلیسا می پریدند و باز بر آن فرود می آمدند. مرغ‌های سفید دریایی که چیزی از چشمهایشان دور نمی ماند روی سنگ فرش میدان راه می رفتند. نزدیک میدان چند تا گاری سبزی و میوه ردیف شده بود. سکو رو از یک دست فروشی کیسه گیلاس خرید و روی نیمکتی نشست و شروع کرد بخوردن. دو دختر بچه ده یازده ساله که داشتند رد می شدند از دور به او زل زدند. شاید آسیایی ها زیاد به این شهر نمی آمدند. یکی از دخترها لاغر و قد بلند بود با پوست محتابی. آن یکی آفتاب سوخته بود و ککمکی. هر دو موها را بافته بودند. سکرو به آنها لبخند زد. دخترها مثل مرغهای دریایی محتاط با احتیاط نزدیک تر آمدند. دختر قد بلند به انگلیسی پرسید تو چینی هستی؟ من ژاپنیم. این دوتا کشور نزدیک همن ولی با هم فرق دارن. دخترها انگار متوجه نشده بودند. شما دوتا روسی هستین؟ آنها خیلی جدی سرتکان دادند که نه. دختر ککمکی با قیافه جدی گفت ما فنلاندی هستیم. سکرو گفت اینم همینجور. این, هم همین این دوتا کشورم نزدیکن ولی با هم فرق می کنن. دخترها سر تکان دادند. دختر ککمکی پرسید اینجا چی کار می کنی؟ جوری حرف میزد انگار بخواهد جمله های انگلیسی را امتحان کند. شاید در مدرسه انگلیسی میخواند و میخواست آن را با یک خارجی تمرین کند. اومدم یکی از دوستامو ببینم. از ژاپن تا اینجا چند ساعت طول کشید. با هواپیما حدود یازده ساعت. توی این یازده ساعت من دوبار غذا خوردم یه فیلمم تماشا کردم. چه فیلمی؟ جان سخت دو به نظر آمد راضی شدند. دست در دست هم در میدان جست و خیز کردند. دامنهایشان باد میخورد. مثل خارهای قلطان کوچکی که باد میبردشان بی اینکه جمله قصار یا حرفی حکیمانه در باب زندگی از خودشان به جا بگذارند. سکرو که خیالش راحت شده بود برگشت سراغ گیلاس هاش. ساعت یک و نیم بود که به کلبه تابستانی هاتای ها رسید. پیدا کردنش آنقدر که الگا پیش بینی کرده بود ساده نبود. اسم کوره راهی را که به کلبه می رسید تقریبا نمی شد جاده گذاشت. اگر پیرمرد خوشقلبی از آنجا رد نشده بود سکر و ممکن بود تا ابد به دور خودش بگردد کنار جاده نگه داشت نقشه به دست نامطمئن از اینکه کجا برود پیرمردی ریز نقش با دو چرخش ایستاد که کمک کند. پیرمرد کلاه پارچه نخنما و چکمه های پلاستیکی بلند پوشیده بود. از گوشهایش موی سفید بیرون زده بود و چشمهایش سرخ بود انگار از چیزی عصبانی باشد سکرو نقشه را نشانش داد و گفت که دنبال کلبه خانواده هاتای ننها می پیرمرد اول به آلمانی حرف زد. بعد به انگلیسی. نزدیکه نشونت میدم. دو چرخش را که ظاهرا سنگین بود به درختی تکیه داد و بی این که منتظر جواب بشود روی صندلی کنار راننده نشست. با انگشت های پین بستش که مثل بن درختی کهنسال بود راهی را که سکرو باید میرفت نشان داد. راه سنگ لاخی در طول دریاچه که به دل جنگل میرفت. جاده نبود. بیشتر کوره راهی جنگلی بود که با رد لاستیک ماشین ها کوبیده شده بود. بین دو شیار علف های سبز انبوه درآمده بود. بعد از مسافتی این راه سه می شد و به درخت روبرو چند تا پلاک رنگ شده اسمدار کوبیده بودند. روی پلاک سمت راستی نوشته بود هاتاینن. راه دست راستی را گرفتند و رفتند تا آخر سر به فضایی رو باز رسیدند. از لابلای تنه درختان قان سفید دریاچه پیدا بود. اسکله کوچکی هم بود با قایقی خردلی رنگ که به آن بسته بودند. یک قایق ساده ماهیگیری. کنارش کلبه چوبی نقلی بود. دور تا دورش درخت، با دودکش آجوری چهار گوش که از وسط بام کلبه بیرون زده بود. رنوی استیشن سفیدی بیرون کلبه پارک بود. پیرمرد به گرمی گفت اینم کلبه هاتاینن ها. پیش از اینکه پیاده شود مثل آدمی که بخواهد پا به برف و بوران بگذارد اول کلاهش را محکم کرد. از سوی ماشین توف انداخت روی علف ها. سکرو از او تشکر کرد. بذارین براتون گردونم پیش دو چرختو. حالا بلدم چطوری برگردم اینجا. پیرمرد مرد عصبانی ما گفت نه لازم نیست. پیاده بر می گردم. دست کم سکرو فکر کرد پیرمرد همین را گفت. کلمه ها را نمی فهمید ولی از روی آواها به نظرش رسید کلمه های فندلاندی نباشد. پیش از اینکه حتی بتواند با او دست بدهد پیرمرد از ماشین پیاده شده بود و داشت دور میشد انگار فرشته مرگ راه حادث سرزمین مردگان را به فرد مردهای نشان بدهد و بگذرد بی اینکه به پشت سر نگاه سکرو روی علفهای کنار راه پارک کرد و از توی ماشین پیر مرد را تماشا کرد که پیاده دور میشد. بعد پیاده شد و نفسی عمیق کشید. هوا خالصتر از هوای هلسینکی بود. انگار تازه عمل آمده باشد. نسیمی سبک برگ درختان قان سفید را می و قایق هرازگاه به اسکله میخورد و تلق و طلوقی میکرد. پرنده ها جایی جیر جیر میکردند. جیر جیرهای تیز و کوتاه. و نگاهی به ساعتش انداخت. آیا ناهارشان را تمام کرده بودند؟ دو دل بود. ولی حالا که کار دیگری نداشت فکر کرد وقتش رسیده راه بیفتد و برود ببیندشان. یک راست سمت کل برفت. کفشهایش سبزه های تابستانی را لگد می کرد. سگ خابالودی توی ایوان از جا بلند شد و بهش زل زد. پشم بلند قهوه داشت. چند بار واق واق کرد بسته نبود ولی پارسش ترساننده نبود. پس سکرو به راهش ادامه داد. مردی که شاید واق, واق سگ گوش به زنگش کرده بود در را باز کرد و پیش از اینکه سکورو پای کلبه برسد سرش را بیرون آورد. مرد ریش پر پشت بور تیره ای داشت و چهل و چهار پنج ساله میزد. قد متوسطی داشت با گردنی کشیده و شانه هایی که بیرون زده بود. مثل رخت آویزی که بیش از حد بزرگ باشد. موهایش هم همانقدر بور تیره بود و مثل برسی سوزنی شکل سیخ. گوشهایش بیرون زده بودند. پیراهن شطرنجی آستین کوتاه پوشیده بود با شلوار جین مخصوص کار. دست چپش روی دستگیره در سکر را که نزدیک می آمد تماشا کرد. سگ را صدا زد که دیگر واق واق نکند. سکورو به انگلیسی گفت سلام مرد به ژاپنی جواب داد کونی چیوا سکورو به ژاپنی گفت کونی چیوا اینجا کلبه خانواده هاتایننه مرد به ژاپنی سلیس جواب داد بله هاتاینن خودم هستم ادوارد هاتاینن سکرو از پله های ایوان بالا رفت و دستش را جلو برد. مرد هم دستش را جلو آورد و با هم دست دادند. اسم من سکرو تازاکیه. همون سکروی که معنیش ساختنه؟ بله همون. مرد لبخند زد. منم چیزی می سازم. سکرو جواب داد. چه خوب خود منم همینطور. سگ جلو دوید و سرش را به پای مرد مالید و بعد انگار که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد همین کار را با سکرو هم کرد. بیشک همینطوری به آدم ها خوش آمد می گفت. سکرو دستی به سر سگ کشید. چجور چیزایی میسازی آقای تازاکی؟ ایسگاه های قطار که اینطور؟ میدونستی که اولین خط قطار فنلاند بین هلسینکی و هامین لینا کشیده شد برای همینه که آدمای اینجا خیلی به ایستگاهشون میبالند همونقدر بهش میبالن که افتخار میکنن اینجا زادگاه ژان سیبلیوسه جای درستی اومدی واقعا نمیدونستم شما چی میسازی ادوارد ظرف های سفالی پیش ابعاد ایستگاه های قطار خیلی ریزه میز است. چرا نمیای تو آقای تازاکی؟ مزاحمتون نیستم؟ نه اصلا؟ ادوارد دستها را از هم باز باز کرد. در اینجا روی همه بازه. آدمایی که چیز میسازن که همکارای منن قدم اونها که واقعا سر چشمه. کس دیگری توی کلبه نبود. روی میز یک فنجان قهوه بود و کتاب شومیز فنلاندی زبانی باز مانده بود. ظاهرا مرد در حال مطالعه بود و داشت از قهوه بعد از ناهال لذت می برد. یکی از سندلی ها را به سکرو نشان داد که رویش بنشیند و خودش رو به رویش نشست. نشانه کتاب را لای کتاب گذاشت و بست. قهوه میل داری؟ ممنون، بله ادوارد رفت پای قهوه ساز قهوه داغ را توی یک فنجان دستدار ریخت و آورد جلوی سکر رو گذاشت شکر؟ خامه؟ نه، سیاه خوبه فنجان دستدار کرم رنگ دست ساز بود شکل عجیبی داشت دستش صاف نبود ولی خوش دست بود و حس صمیمی و آشنایی داشت مثل یک لطیفه خودمانی خانوادگی ادوارد با نیش باز تا بناگوش گفت این فنجون و دختر بزرگم ساخته البته کسی که توی کوره پختتش من بودم چشمهاش رنگ خاکستری روشن ملایمی بود که به مو و ریش بور سیرش می آمد. سکرو بیدرنگ از او خوشش آمد. ادوارد بیشتر به زندگی در جنگل و لب دریاچه می خورد تا شهر. ادوارد گفت مطمئنم اومدی ایری رو ببینی. درسته. اومدم ایری رو ببینم. الان اینجاست؟ دخترها رو برای پیاده روی بعد از نهار برده. شاید رفته باشن لب دریاچه. اونجا یه راه عالی برای پیاده روی داره. سگمون همیشه زودتر از اونا برمیگرده یعنی اونا هم دیگه باید پیداشون بشه. سکرو گفت ژاپنی شما واقعا خوبه. من پنج سال توی ژاپن زندگی کردم. توی گیفو و ناگویا. سفالگری ژاپنی خوندم. ژاپنی یاد نگیری دستت بسته است همونجا بود که با اری آشنا شدی ادوارد با خوشحالی خندید بله با یک نگاه عاشقش شدم هشت سال پیش توی ناگویا عروسی گرفتیم بعد برگشتیم فنلاند من الان تمام وقت سفالگری میکنم بعد که برگشتیم به فنلاند مدتی برای کمپانی سرامیک سازی عربیه به عنوان طراح کار کردم ولی واقعا میخواستم برای خودم کار کنم برای همین دو سال پیش تصمیم گرفتم آزاد کار کنم الان هفته ای دو بار هم در کالجی توی هلسینکی درس میدم هر سال تابستون میایین اینجا آره از اول ژوئیه تا وسط های اوت اینجا زندگی می کنی. یک استدیوی نزدیکی هست که با چند تا از دوستام شریکی ازش استفاده می کنم. از صبح زود کار می کنم ولی برای نهار بر می گردم. بعد از ظهرا بیشتر وقتم رو با خانوادم می گذرونم. پیاده روی می کنیم، کتاب میخونیم، گاهی هم میریم ماهی گیری. جای قشنگیه. ادوارد خوشحال لبخند زد. ممنون. خیلی ساکته. میتونم کار زیادی از پیش ببرم. زندگی ساده ای داریم. بچه ها هم عاشق اینجان. از محیط بیرون خیلی کیف میکنن. جلوی یکی از دیوارهای گچی قفسه چوبی تا سقف بالا رفته بود. پر از ظرف های سفالی که ظاهرا کار خود ادوارد بود. تنها دکور اتاق همین بود. به دیوار دیگر اتاق ساعت گرد ساده ای زده بودند. یک دستگاه پخش صوت ساده با یک دست سیدی هم بود. ادوارد گفت حدود سی درصد این های سفالی توی قفسه ها کار ایریه. مفتخر به نظر می رسید. اری استعداد ذاتی داره. یه چیز درونی که توی سفالگریش خودشو نشون میده. ما کارامون رو توی چند تا فروشگاه توی هلسینکی میفروشیم و بعضی جاها سفالای اون از مال من بیشتر طرفدار داره. سوکورو کم و بیش جا خورده بود. اولین بار بود میشنید کرو به سفالگری علاقه دارد. گفت اصلا خبر نداشتم از سفالگری خوشش میاد. 20 ساله بوده که به سفال علاقه من شده. بعد از کالجش دوباره شروع کرد به درس خوندن. این بار توی رشته طراحی صنعتی هنرسرای شهرداری آیچی. جدی من توی نوجوانی میشناختمش. از دوستای دبیرستانشی بله. ادوارد اسم او را تکرار کرد. سکر و تازاکی. و در حالی که خاطراتش را زیر و رو می کرد، اخماش تو هم رفت. آره، اری از تو حرف می زد یادم میاد. عضو یه جمع دوستانه خیلی خوب پنجتایی بودی، درسته؟ بله، ما همه مال یه جمع بودیم. سه تا از آدم های اون جمع به عروسی ما توی ناگویا اومدن. آکا، شیرو و آو. فکر کنم اسمشون همینا بود نه آدمای رنگی. سکرو گفت بله درسته. متاسفانه من نتونستم به عروسیتون بیام. ادوارد با لبخندی گرم گفت ولی حالا به جاش داریم اینطوری با هم آشنا میشیم. ریشه بلندش مثل سوسوی گرم شعله لرزان آتش در فضای باز روی گونه هایش می جنبید. فندلاند برای سفر اومدی آقای تازاکی؟ سکرو گفت: بله. گفتن همه واقعیت خیلی طول میکشید. یه سفر اومدم هلسینکی و فکر کردم یه سفر فرعی هم تا اینجا بیام و اری رو هم ببینم. چون خیلی وقت ندیدمش. متاسفم که نتونستم قبلش تماس بگیرم. امیدوارم اسباب زحمت شما نباشم. نه اصلا این همه راه اومدی و ما هم از اینکه که مهمون مایی خوشحالیم. شانس آوردیم که من خونه موندم. میدونم که اری از دیدنت واقعا خوشحال میشه. سکرو به خودش گفت امیدوارم همینطور باشد که میگویی. سوکورو به ظرف های سفالی توی قفسه ها اشاره کرد و گفت میتونم به کاراتون نگاهی بندازم؟ حتما راحت باش. هر کدومو که خواستی دستت بگیر. کارای من و اری با هم قاطیه ولی حتم دارم لازم نیست بهت بگم کدوم مالکیه. خودت میفهمی. سکرو رفت پای قفسه دیواری و سفال را یکی یکی نگاه کرد. بیشترشان ظرف های غذاخوری روزمره بودند، بشقاب، کاسه و فنجان. چندتا گلدان و کوزه هم بود. همانطور که ادوارد گفته بود سکرو با یک نگاه فرق بین کارهای او و ایری را فهمید. آنهایی که بافت نرم و رنگهای ملایم داشتند مال ادوارد بودند. اینجا و آنجا روی سطح رنگ ها تیره و روشن شده بود. سایه های زریفی شبیه جریان باد یا آب. هیچ کدامشان طرح اضافه ای نداشت. طرحشان در واقع همین تغییر رنگ ها بود و حتی سکرو که با سفالگری به کلی بیگانه بود میفهمید که این جور رنگامیزی نیاز به دانش فنی سطح بالایی دارد. این قطعه ها به عمد آری از هر گونه آب و رنگ اضافی بودند و حسی نرم و ناب داشتند. با وجود اینکه اساسا از کارهای اروپای شمالی به شمار می آمدند، سادگی تقلیل یافتهشان به وضوح حاکی از تأثیر سفالگری ژاپنی بود. جور غیر منتظری هم سبک بودند و هم خوشده است و حسی طبیعی داشتند. ادوارد روی جزئیاتشان دقت جانکاهی به خرج داده بود و کیفیت کارها جوری بود که ساختنشان فقط از دست ماهرترین صنعتگران برمیآمد ادوارد هیچ وقت نمی توانست این جور نبوغ را با کار در کمپانی های بزرگی که سر و کارشان با تولید انبوه بود بروز دهد. نسبت به سبک ادوارد سبک ایری خیلی ساده تر بود و تقریبا به پای مهارت زرافت که در آفریده های شوهرش به کار رفته بود نمی رسید. کارهایش در مجموع حسی گوشتالو و شلوغ داشت. لبه هاشان کمی کج و کوله بود و آری از هر جور زیبایی ظریف و فکر شده ولی از طرفی گرمای نامعمولی هم داشت که تسلی بخش بود در هم برهمی و بافت زمختشان موجب آرامش خاطر بود مثل حسی که دست کشیدن به الیاف طبیعی یا نشستن در ایوان و تماشای ابرهای گذرا به انسان میدهد خلاف سبک شوهرش سفالهای اری نقش و نگار داشت مثل برگهای رقصان در دست باد در برخی ظرفها این طرح در سر تا سر بدن پخش بود و در برخی یک جا متمرکز. ظرفها بسته به اینکه این طرحها این چطور روی آنها پخش شده بود، حس غمانگیز یا درخشنده یا حتی پر آب و رنگ داشتند. این طرحهای ظریف سکرو را یاد نقش و نگارهای پرزرافت کیمونوهای قدیمی میانداخت. هر کدام از قطعه ها را از نزدیک نگاه کرد و سعی کرد طرحهایشان را رمز کند و بفهمد احتمالا شکل و نشانه چیست و چه معنایی دارد ولی نتوانست. شکلهایی عجیب و تک بودند. از نزدیک برک های پراکنده ای را تدایی می کردن که کف جنگل افتاده بودند. برک هایی که لگت کوب جانورهایی ناشناس شده بودند که دزدانه و بی صدا از جنگل میگذشتند تفاوت دیگر سبک اری با شوهرش این بود که در کارهایش رنگ صرفاً پس زمینه بود. و هدفش جلوه دادن طرحهایش بود و جان بخشیدن به آنها. رنگ به شکلی خفیف، محتاطانه و در عین حال تأثیر گذار زمینه ترها بودند. سکرو اول کارهای ادوارد را برداشت. بعد کارهای ایری را و با هم مقایسه کرد. لابدین زوج در زندگی واقعیشان هم تعادل خوبی داشتند. این تضاد خوشایند بین آفریده های هنریشان حاکی ها از همین بود. سبکشان با هم خیلی متفاوت بود. ولی به نظر می رسید هر کدام خصوصیت های متمایز آن یکی را پذیرفته است. ادوارد که واکنش سکرو را تماشا می کرد گفت چون که من شوهرشم شاید درست نباشه که زیاد از کارش تعریف کنم. توی ژاپنی چی بهش میگین؟ جانبداری. درستش همینه. سوکورو لبخند زد ولی چیزی نگفت. چون زن و شوهریم نمیگم ولی واقعا کارهای اری رو دوست دارم. خیلی ها توی دنیا هستن که میتونن سفال بهتر و قشنگتر بسازن. ولی توی سفالگری اری هیچ بخلی در کار نیست. آدم یه جور دست و دل بازی در احساس رو توی کاراش حس میکنه. کاش میشد بهتر توضیح بدم. سکرو گفت حرف شما رو دقیقا درک میکنم. ادوارد به سقف اشاره کرد و گفت فکر کنم چیزیه که از آسمون میاد. یه موهبته. شک ندارم که هر قدر بگذره اری ماهرتر میشه. هنوز کلی جای پیشرفت داره. بیرون کلبه سگ پارس کرد. پارسی خاص و دوستانه. ادوارد به سمت در نگاه کرد و گفت اری و دخترها برگشتن. سکرو به دقت ظرف سفالی اری را برگردان توی قفسه و همانجا منتظر ایستاد تا اری از راه برسد. قیافه کرو با دیدن سکرو جوری شد انگار سر در نمی آورد چه خبر شده. صورتش از هر حالتی خالی شد و حالی خالی خالی جایش نشست. عینک آفتابیش را بالا داد و روی سرش گذاشت و بی یک کلم حرف به سکر و زل زد. بعد از ناهار با دخترهایش رفته بود پیاده روی و حالا که برگشته بود مردی را میدید که با شوهرش ایستاده بود و از قیافش پیدا بود ژاپنی است که به جا نمی آورد دست دختر کوچکترش را گرفته بود دخترک حدود سه ساله به نظر می آمد. دختر بزرگترش هم کنار او ایستاده بود کمی دروشتر و شاید دو سه سال بزرگتر از خواهرش. دخترها پیراهنهای گلگلی و سندلهای پلاستیکی شکل هم پوشیده بودند. در هنوز باز بود و سگ آن بیرون مدام پارس می کرد. ادوارد سرش را بیرون برد و تشرش زد. سگ زود ساکت شد و روی ایوان نشست. دخترها مثل مادرشان ساکت ایستاده بودند و زل زده بودند به سکرو. قیافه کرو از آخرین بار که سکرو دیده بودش شانزده سال پیش چندان عوض نشده بود. با این حال صورت نوجوانانه پر و لطیفش پس نشسته بود و حالا سرشار از حالتی سرراستر و پرمعناتر بود. همیشه قوی و خوشبنیه بود ولی حالا چشمهای نافذ و شفافش درونگراتر شده بودند. حتما در این سالها خیلی چیزها دیده بود. خیلی چیزها که در قلبش باقی مانده بود. لبهایش محکم روی هم بود. پیشانی و گونه هایش آفتاب سوخته بود و سالم و سرحال به نظر می رسید. موهای پرپشت مشکیش روی شانه هایش ریخته بود و چتریش را با سنجاق سر عقب داده بود. پیراهن نخی آبی ساده به تنداش و شال کرم رنگی دور شانه انداخته بود. کفش سفید تنیس به پا داشت. کرو انگار برای شنیدن توضیح به سمت شوهرش چرخید. ولی ادوارد چیزی نگفت و صرفا سرش را اندکی تکان داد. کرو باز برگشت و به سکرو نگاه کرد و لبش را مختصر گزید. آدمی که سکرو حالا رو روی خودش میدید زن سالم و سرحالی بود که در زندگی مسیری کاملا متفاوت از مسیر او را رفته بود. حالا ناگهان با دیدن کرو وزن واقعی گذشت شانزده سال سکرو را سخت تکان داد. دید که چیزهایی هست که فقط شکل بدن زن به آنها زبان می دهد. همانطور خیره به او صورت کرو کمی کش آمد. لبهایش لرزید. انگار موج ریزی درونشان افتاده باشد کنج لبها بالا رفت. چال کوچکی برگونه راستش پیدا شد. در اصل چال نبود. تو مختصری بود که همانطور که صورتش از تلخی شادمانی پر می شد برگونش می افتاد. سکرو این حالت چهره او را خوب به یاد داشت. همان حالتی بود که هر وقت می خواست متلکی بگوید و کنایهی بزند در صورتش پیدا می شد. ولی کرو حالا نمی خواست کنایه بزند. صرفا دست و پا میزد حدسی دور از ذهن را به خودش نزدیک تر کند. سکرو بالاخره به این حدس اسم داده بود. سکرو به تایید سرتکان داد. اولین کار کرو این بود که دخترش را سمت خودش کشید. انگار بخواهد از خطری حفظش کند. دخترک که صورتش را رو به سکر بالا گرفته بود به پای مادرش چسبید. دختر بزرگتر کمی با فاصله بی حرکت ایستاده بود. ادوارد رفت پیشش و موهایش را نرم نوازش کرد. موهای دخترک بور تیره بود. موهای دختر کوچکتر سیاه. هر پنج نفر مدتی به همان حال ماندند بی اینکه حرفی بزنند ادوارد به موهای بور دختر دست میکشید دست کرو دور شانه های دخترک موسیاه مانده بود و سکرو تنها آن طرف میز ایستاده بود انگار با این ترکیب بندی برای یک تابلوی نقاشی جست گرفته باشند و شخصیت کانونی در این تابلو کرو بود کرو بود که اول از همه تکان خورد دست دختر کوچکش را ول کرد عینک آفتابیش را از سر برداشت و روی میز گذاشت فنجان دستدار شوهرش را برداشت و از تهمانده سرد قهوهش یک جرعه خورد. اخمهایش رفت توی هم. انگار اصلا نفهمیده بود چی میخورد. شوهرش به ژاپنی از او پرسید یکم قهوه بریزم. کرو بی این که نگاهش کند گفت لطفا و سر میز نشست. ادوارد برگشت پای قهوه ساز تا قهوه را گرم کند. بعد از مادرشان دو تا دختر هم رفتند روی نیمکت چوبی پای پنجره نشستند. از سکرو چشم بر نمی داشتند. کرو با صدایی آهسته پرسید واقعا توی سکرو؟ سکرو گفت هی و حاضر. چشمهای کرو تنگ شد و یک راست نگاهش کرد. سکرو گفت قیافت یه جوری شده انگار روح دیدی. حرفش را به شوخی گفت ولی وقتی از دهنش درآمد چنین حسی در آن نبود. کرو با لحنی خوش گفت خیلی عوض شدی. هر کس مدتی منو ندیده همینو میگه. خیلی لاغر شدی. خیلی مرد شدی. شاید چون که واقعا هم مرد شدم. آره فکر کنم. ولی تو تقریبا اصلا عوض نشدی. کرو سرش را کمی تکان داد ولی چیزی نگفت. شوهرش قهوه را آورد و گذاشت روی میز. لیوان قهوه لیوان کوچک دستداری بود از ساخته های خود کرو. کره قاشق شکر تویش ریخت هم زد و با احتیاط یک جرعه از قهوه داغ خورد. ادوارد با خوش روی گفت من دارم بچه ها رو میبرم شهر. یکم خوراکی لازم داریم. بنزینم باید بزنم. کرو نگاهش کرد و سرتکان داد. باشه. ممنون. چیزی لازم نداری؟ نه. ادوارد کیف پولش را توی جیبش گذاشت. دست کلید را از آویز دیواری برداشت و به فندلاندی چیزی به دخترها گفت. دخترها گل از گلشان شکفت و از روی نیمکت پریدند پایین. سکرو کلمه بستنی را شنید. ادوارد احتمالاً به دخترها قول داده بود سر راه برایشان بستنی می‌خرد. کرو و سوکرو روی ایوان ایستادند و تماشا کردند که ادوارد و بچه ها سوار رنو استیشن شدند. ادوارد در دولته عقب را هم باز کرد. سوت کوتاهی زد و سگ شاد و شنگول دوید سمت ماشین و پرید تو. ادوارد پشت فرمان نشست. به بیرون نگاه کرد و دستی تکان داد. بعد ماشین پشت درختها ناپدید شد. کرو و سوکرو همانجا ایستادند و به نقطه‌ای که ماشین از دید خارج شده بود چشم دوختند. کرو پرسید با این گلف اومدی؟ به ماشین سرمه یه کوچک اشاره کرد که کنار راه پارک شده بود. آره از هلسینکی. این همه راه تا هلسینکی اومدی که چی؟ اومدم تو رو ببینم. کرو چشمها را باریک کرد و به سکو رو خیره شد. انگار بخواهد از نمودار پیچیدهای سر در بیاورد. تا فندلاند اومدی که منو ببینی. فقط اومدی منو ببینی. آره. کرو که پیدا بود یک که خورده پرسید بعد 16 سال بدون یک کلمه خبر راستش دوست دخترم بود که گفت بیام گفت وقتش شده که یه بار دیگه ببینمت قوس آشنای لبهای کرو برگشت حالا انگار کم و بیش شوخ طبعیش گل کرده بود که اینطور پس دوست دخترت بهت گفت وقت شده که بیای منو ببینی. تو هم رفتی فرودگاه ناریتا و پریدی تو هواپیما و اومدی فندلاند. بدون اینکه با من تماس بگیری. بدون اینکه هیچ تضمینی باشه که من اصلا اینجا باشم. سکر و ساکت بود. قایق تلق و طلوق به اسکله میخورد. گرچه چندان بادی نمی آمد و فقط موجهای پراکنده دریاچه بود. فکر کردم اگه قبلش تماس بگیرم ممکنه حاضر نشی منو ببینی. کرو متعجب گفت چطور دلت میاد این حرفو بزنی؟ ما با هم دوست بودیم. قبلا بودیم. الانو نمیدونم. کرو از لابلای درخت ها به دریاچه خیره شد و آهی بی صدا کشید. دو ساعت طول می کشه از شهر برگردن. تا وقت هست حرف بزنیم. رفتن تو و روبروی هم سر میز نشستند. کرو سنجاق سرش را باز کرد و موها را روی پیشانی ریخت. حالا به کروی که سکرو به یاد می آورد شبیه تر شده بود. یه خواهشی ازت دارم. دیگه به من نگو کرو. ترجیح میدم به هم بگی ایری. به یوزوکی هم نگو شیرو. دلم نمیخواد دیگه هیچ کدوم ما رو به اون اسما صدا کنی. اگه ممکنه. عمر اون اسما دیگه سر اومده؟ اری سرتکان داد. ولی از نظر تو اشکال نداره که هنوز به من بگی سکرو. اری گفت تو همیشه سکروی و بی صدا خندید. از نظر من اشکالی نداره سوکورویی که چیزی می سازه. سکروی بی رنگ. سکرو گفت توی ماه مه امسال رفتم ناگویا. آو و آکارو هم دیدم. تو دو روز پشت سر هم. ایرادی نداره اونا رو با همین اسما صدا کنم؟ نه ایراد نداره فقط میخوام اسم اصلی من و یوزو رو بگی جدا جدا دیدمشون با هم حرف زدیم ولی نه خیلی زیاد جفتشون خوبن؟ ظاهرا که خوب بودن کاروبارشونم انگار خوب گرفته پس توی ناگویای محبوب اون روزای من آو هنوز داره لکسوز میفروشه و آکا هم کارمند آموزشه خلاصش همینه تو چی تو هم زندگی تو خوب پیش بردی آره برای یک شرکت راهن توی توکیو کار میکنم ایستگاه قطار میسازم اری گفت راستش رو بخوای تازگی ها اتفاقی شنیدم. شنیدم که سوکورو توی توکی و ایستگاه قطار می سازه. یه دوست دختر خیلی باهوشم داره. البته برای اولین بار. پس هنوز مجردی؟ آره. تو همیشه همه کارات سر فرصت بود. سوکورو ساکت بود. اری پرسید. با اون دوتا توی ناگویا چی گفتی چی شنفتی؟ سکرو گفت از ماجرایی که بینمون پیش اومده بود حرف زدیم. هم از چیزی که 16 سال پیش اتفاق افتاد. هم از چیزهایی که از 16 سال پیش تا حالا اتفاق افتاده. دیدن اونا هم لابد به توصیه دوست دخترت بوده آره؟ بله. اون گفت چیزهایی هست که من باید حل کنم. گفت باید یه سر به گذشته بزنم وگرنه هیچ وقت ازش خلاص نمیشم. یعنی فکر میکنه تو مشکلاتی داری که لازم حلشون کنی و فکر میکنه این مشکلات داره رابطه شما رو خراب میکنه؟ آره به احتمال زیاد. اری لیوانش را با هر دو دست گرفت که ببیند چقدر داغ است. بعد یک جرعه دیگر از قهوهش خورد. چند سالشه؟ دو سال از من بزرگتره. میبینم که با زن بزرگتر از خودت خوب کنار اومدی. شاید. مدتی ساکت ماندند. بالاخره اری گفت کلی چیز جور و جور هست که توی زندگی باید باهاش سر و کله بزنیم. همیشه هم انگار هر چیزی به یه چیز دیگه وصله. میایی یه مشکل رو حل کنی بعد میبینی یه چیز دیگه که اصلا انتظارش رو نداشتی به جاش میزنه بیرون. میبینی خلاص شدن از دستشون اونقدر رو هم ساده نبوده. این هم در مورد تو درسته. هم من. سکرو گفت راست میگی. خلاص شدن از دستشون ساده نیست. ولی معنیش این نیست که باید همین جوری حل نشده ولشون کرد. میشه روی خاطره ها سرپوش گذاشت. ولی تاریخ و نمیشه قایم کرد. اینو دوستم گفته. اری بلند شد رفت پای پنجره. پنجره را باز کرد بعد برگشت سر میز. نسیم لای پرده ها پیچید. قایق گهگاه به اسکله میخورد اری موها را با انگشت عقب داد. هر دو دست را روی میز گذاشت. به سکرو نگاه کرد و حرف زد. ممکنه بعضی سرپوشا اونقدر کیپ شده باشن که دیگه نشه برشون داشت. من نمیخوام کاری رو به زور بکنم. کاری که دارم میکنم این نیست. ولی دست کم میخوام ببینم با چشمای خودم که این سرپوش اصلا چه جور سرپوشیه. اری به دستهایش روی میز مات ماند. دستهایش دروشتر و توپلتر از چیزی بودند که سکو رو به یاد میآورد. انگشتهایش کشیده بودند و ناخونها کوتاه. سکرو این دستها را در حال گرداندن چرخ سفالگری مجسم کرد. سکرو گفت گفتی قیافم خیلی عوض شده. فکر کنم خودمم واقعا عوض شدم. شونزده سال پیش شماها منو از گروه انداختین بیرون. پنج ماه تمام فقط به فکر مردن بودم فقط و فقط مردن نه اینکه بخوام اقراق کنم نه ولی واقعا لب پرتگاه بودم ایستاده بودم لبش زل زده بودم به اون ته ته عاجز از اینکه به هیچ جای دیگه نگاه کنم آخر سر یه جورایی تونستم برگردم به دنیا. ولی اگه همون موقع مرده بودم هم قافل نمی شدم. یه گیری داشتم. منظورم یه گیر ذهنیه. نمیدونم دردم چی بود. استرس، افسردگی، یه چیزی شبیه این. ولی قطعا یک چیز غیر طبیعی بود. ولی گیج و منگم نبودم ذهنم خوب کار میکرد آروم آروم بدون هیچ پارازیتی حالا که فکرش رو میکنم میبینم وضع خیلی عجیبی بود سکرو به دستهای های بی حرکت اری نگاه کرد و دنباله ی حرفش را گرفت بعد اون پنج ماه قیافم پاک عوض شده بود. هیکلم هم. هیچ کدوم از لباسهای سابقم اندازه نبود. وقتی توی آینه نگاه می کردم، انگار رفته بودم توی قالبی که من نبودم. نمیدونم شاید زندگیم تصادفن به اون بره رسیده بود. به برهی که توش مجبور می شدم یک مدت عقلم از دست بدم و قیافه و هیکلم هم مسخ بشه. ولی جرقش مال وقتی بود که از گروه انداخته شدم بیرون. اون ماجرا برای همیشه منو عوض کرد. اری چیزی نمی گفت. فقط گوش می کرد. سکرو پی حرفش را گرفت. چطوری باید بگم؟ جوری بود انگار شب روی عرشه کشتی باشم و یه پرتاب بشم وسط اقیانوس تنهای تنها. نمیدونم کسی حلم داده بود یا خودم افتاده بودم. به هر حال کشتی داشت راه خودش رو میرفت و منم وسط آبای یخ و سیاه چراغهای ارشه رو تماشا میکردم که در دور دست کم نور و کم نورتر میشد هیچ کس خبر نداشت من افتادم توی آب نه مسافرای کشتی نه خدمه دستم به هیچ جا بند نبود. چیزی نبود که بهش چنگ بزنم. هنوزم دل دارم که یک مرتبه اصل بودنم هم انکار بشه و با اینکه تقصیرم ندارم باز شب پرتاب بشم توی دریا. شاید برای همینه که هیچ وقت نتونستم رابطه عمیقی با آدما پیدا کنم همیشه بین خودم و بقیه فاصله ای نگه میدارم دستها را روی میز از هم باز کرد و فاصله ای 20 سانتی را نشان داد شاید این جزء شخصیتم باشه شاید یه چیزی باشه که باهاش به دنیا اومدم. شاید همیشه یه تمایل غریزی داشتم که بین خودم با بقیه فاصله ایمنی رو نگه دارم. ولی از یه چیز مطمئنم. و اون اینه که اون موقعی که با شماها توی دبیرستان بودم هیچ وقت از این فکر را نمی کردم. دست کم اینطور یادم میاد. با اینکه ظاهرا حرف خیلی وقت پیشه اری کف دست ها را به گونه ها گذاشت و آهستان ها را مالید. انگار بخواهد صورتش را تمیز کند. الان میخوای بفهمی 16 سال پیش چی شد؟ میخوای همه حقیقت رو بدونی؟ آره ولی یه چیزی هست که قبلش میخوام روشن کنم من هیچ وقت هیچ وقت هیچ جور آزاری به شیرو نرسوندم منظورم یوزوست اری گفت میدونم دیگر صورتش را نمالید محال بوده بلایی سر یوزو بیاری معلومه ولی تو حرفشو باور کردی از همون اول درست مثل آو و آکا اری سرتکان داد نه من از اول حرفشو باور نکردم نمیدونم آو و آکا چی فکر میکردن ولی من باور نکردم چطور میشد باور کنم امکان نداشت تو همچین کاری بکنی پس چرا تو چرا من طرف یوزو رو گرفتم و تو رو از جمع انداختم بیرون؟ چرا و نستادم ازت دفاع کنم؟ سوالت نه؟ سکو رو به تایید سرتکان داد. اری گفت چون که مجبور بودم هواشو داشته باشم. برای این کارم چاره ای نداشتم جز اینکه تو رو بندازم بیرون. نمیشد همزمان هم هوای تو رو داشته باشم هم هوای اونو. مجبور بودم یکی از شماها رو دربست قبول کنم یکی رو هم دربست کنار بذارم میخوای بگی مشکل روانی یوزو خیلی حاد بود؟ آره خیلی حاد بود راستشو بگم اون سکنج دیوار گیر افتاده بود یکی باید هواشو میداشت فقط کار خودم بود میتونستی همین توضیح و همون موقع به من بدی اری چند بار سرش را آهسته تکان داد اون موقع هیچ جایی برای توضیح نبود چی باید میگفتم میگفتم سوکرو از نظر تو اشکالی نداره اگه ما یه مدت بگیم تو بلا سر یوزو آوردی الان مجبوریم. یوزو یه مشکلاتی داره که مجبوریم ملاحظه شو بکنیم. فقط دندون رو جیگر بذار بعدا اوزا درست میشه. چه میدونم شاید ظرف دو سال. نمیتونستم چنین چیزی بگم. میدونستم کار غلطیه ولی مجبور بودم بذارم خودت حلش کنی. اوزا تا این حد ملتهب بود. ولی اینو هم باید بدونی که واقعا به یوزو تعرض شده بود. سکرو شوکه نگاهش کرد. کی؟ اری دوباره سرتکان داد. نمیدونم. ولی کسی مجبورش کرده بود. در هر حال حامله شده بود و اصرار داشت بگه تو بودی که این کار رو باهاش کردی. با اطمینان کامل میگفت کار کار سکرو تازاکی بوده. با آب و تاب ناراحت کننده ای که هر کی میشنید میگفت واقعیه همه چیز و مو به مو تعریف کرد ما هم حرفش رو قبول کردیم با اینکه توی دلمون میدونستیم که امکان نداره کار تو باشه حامله بود آره شکی توش نبود من خودم باهاش رفتم پیش متخصص زنان یه جای خیلی دور رفتیم. معلومه که کلینیک پدرش نرفتیم. کلی ماجرا پیش اومد و آخر تابستون بچه افتاد. همین. حاملگیش توهم نبود. واقعا حامله بود و واقعا هم سخت کرد. بهت اطمینان میده. یعنی میگی چون سخت کرد؟ آره تصمیم داشت بچه رو نگه داره و خودش بزرگش کنه. اصلا به سخت فکر نمی کرد. هر وضعیتی که داشت اصلا نمی تونست یه موجود زنده رو بکشه. یادت که هست چطور آدمی بود نه؟ همیشه از کورتاجای پدرش متنفر بود. همیشه سرش بحث داشتیم. کس دیگه هم می دونست که حامله بوده و سخت کرده؟ من میدونستم. خواهر بزرگشم میدونست. خواهرش از اونایی بود که حرف از دهنشون درز نمیکنه. یکم کم پولم براش جمع کرد ولی فقط همین. هیچ کس دیگه ای نبود. پدر و مادرش خبر نداشتن. آکا و آو هم همینطور. راز ما بود. راز ما ستا فقط. ولی فکر کنم حالا دیگه گفتنش ایرادی نداره. مخصوصا به تو. یوزو هم همچنان اصرار داشت که کار من بوده؟ خیلی اصرار داشت. بله. سکرو چشمها را تنگ کرد و به لیوان قهوه توی دست اریز زل زد. ولی چرا؟ چرا میگفت کار من بوده؟ من هیچ دلیلی به فکرم نمیرسه واقعا نمیدونم دونم سکرو. به چند تا احتمال میشه فکر کرد که هیچ کدومشون هم قانع کننده نیست. فقط نمیدونم چرا. تنها دلیل باور کردنی که به مغزم میرسه اینه که من از تو خوشم میومد. شاید جرقه این حرفاش از همینجا خورده بود. سکرو قافلگیر نگاهش کرد. تو از من خوشت میومد؟ نمیدونستی؟ معلومه که نه. فکرشو هم نمی کردم. اری لبخندی تنها می زد. فکر کنم الان دیگه ایرادی نداشته باشه که بهت بگم. ولی من همیشه از تو خوشم می اومد. واقعا جذبت بودم. راستش عاشقت بودم. همیشه مثل راز نگهش داشتم و به هیچ کس نگفتم. فکر کنم نه آو خبر داشت نه آکا. البته یوزو میدونست. دونست. دخترها هیچ وقت چیز رو از هم قایم نمی کنن. سکرو گفت. اصلا خبر نداشتم. اری گفت. مال این بود که کودن بودی. و انگشت اشاره را به شقیقه فشار داد. ما اون همه مدت با هم بودیم و من هی سعی می کردم بهت نخ بدم. اگه فقط یه مغز نصف نیمه هم داشتی باید دوزاریت میافتاد. افتاد. سکرو به این نخها فکر کرد ولی چیزی یادش نیامد. اری گفت یادت بعد مدرسه به من ریاضی درس میدادی، من کلی ذوق داشتم. سوکورو گفت آخرشم هیچ وقت حساب دیفرانسیل و انتگرال رو یاد نگرفتی. ناگهان یادش آمد که اری گاهی چطور رنگ به رنگ می شد. آهان آره راست گفتی. من کودنم زود نمیگیرم گیرم. سر اینجور چیزا آره کودنی. در زم تو خودت مجذوب یوزو بودی. سکورو آمد چیزی بگوید ولی ایری حرفش را قطع کرد. لازم نیست توضیح بدی. فقط تو نبودی همه مجذوبش بودن. چطور میشد نباشن؟ یوزو هم خیلی سرخوش و سرزنده بود هم خیلی خوشگل. مثل سفید برفی والت دیزنی. ولی من نبودم. پیش یوزو من همیشه یه هنر پیش فرعی بودم. مثل یکی از هفت کوتوله ولی کاریش نمیشه کرد من و یوزو از اول دبیرستان دوست صمیمی هم بودیم ناچار بودم با این نقش کنار بیام میخوای بگی یوزو حسودی میکرد چون که تو از من خوشت میومد؟ نه من فقط میگم که شاید. شاید این یک دلیل بلقوه ولی نامرئی باشه. من که روانکاو نیستم. در هر حال بالا می رفتیم پایین میومدیم. اومدیم یوزو پارو توی یک کفش کرده بود که تو توی خونت در توکیو بهش دست درازی کردی. برای یوزو این ماجرا حقیقت محض بود. همه ی حقیقت. یک لحظه هم تردید نمی کرد. حتی همین حالا هم نمیفهمم این توهم از کجا اومد و چرا یوزو به این نسخه وارونه واقعیت چسبید. فکر نمی کنم هیچ کس جواب داشته باشه. ولی فکر کنم بعضی وقتا ممکنه یه جور خواب و خیال از خود واقعیت قوی تر باشه. اینم خواب و خیال اون بود. شاید قصه همین بود. لطفا درک کن. من به خاطر تو حالم خیلی بد بود. یوزو اصلا هیچ وقت از من خوشش نمی اومد. اری مختصر گفت نه. هیچ وقت به مردا علاقه نداشت. سکو رو اخم کرد. گرایش دیگه ای داشت. نه مسئله این نیست اصلا از این گرایش ها نداشت شک ندارم مسئله فقط این بود که یوزو همیشه از هر چیز جنسی به شدت بدش میومد. میشد می, می اسمش رو گذاشت وحشت از این مسائل. نمیدونم این احساسات از کجا می اومد. ما دوتا تقریبا سر همه چیز خیلی راحت با هم حرف می زدیم. ولی میتونم بگم که درباره این چیزا تقریبا یک کلمه هم بینمون رد و بدل نمیشد. من خودم سر این مسائل خیلی روک بودم. ولی هر وقت حرفش میشد یوزو زود حرف و عوض میکرد. بعد سخت بچش چی شد؟ از کالج مرخصی گرفت. با وضعی که توش بود اصلا نمیشد دور آدمای دیگه باشه. به همه گفت ناخوش شده و خودش رو توی خونه حبس کرد. پا از خونه بیرون نمیذاشت. چیزی نگذشت که سوء تغذیه خیلی شدید گرفت. تقریبا هر چی میخورد بالا می آورد. اگه اینطوری ادامه داده بود بعید میدونم زنده میموند. مجبورش کردم بره پیش مشاور تا آخر سر کم و بیش تونست سوء تغذیهش رو درمان کنه. شیش ماهی طول کشید یه دورهی وزش اونقدر بحرانی بود که اومده بود زیر و پنج کیلو شکل روح شده بود ولی از این وضعیت در اومد و بگی نگی خودشو به نقطهای رسون که تونست جون سالم به در ببره من تقریبا هر روز میرفتم بهش سر میزدم باهاش حرف میزدم تشویقش میکردم هر کاری از دستم بر اومد می کردم که کم نیاره. بعد از یه سال غیبت از کالج تونست برگرده. به نظرت چرا سوء تغذیه گرفته بود؟ خیلی ساده است. میخواست دیگه پریود نشه. لاغری شدید کاری میکنه که دیگه پریود نشی. امید داشت همین اتفاق براش بیفته نمیخواست هیچ وقت دوباره حامله بشه شایدم نمیخواست اصلا زن باشه میخواست اگه بشه رحمش رو هم بردارن. گویا قضیه خیلی حاد بوده آره واقعا حاد بود برای همین تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که تو رو بندازم بیرون برای تو خیلی ناراحت بودم. ولی باور کن که خودم حالیم بود که چقدر بیرحمانه دارم باهات رفتار میکنم. به خصوص برای خود من خیلی سخت بود که میدونستم دیگه نمیتونم ببینمت راست میگم حس میکردم قلبم داره پار پاره پاره میشه گفتم که واقعا ازت خوشم میومد اری مکس کرد. به دستهایش روی میز زل زد. انگار بخواهد به خودش جرأت بدهد. بعد ادامه داد. ولی مجبور بودم به یوزو کمک کنم که حالش خوب بشه. نباید اولویتی از این مهمتر می داشتم. یوزو با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کرد که براش خطر مرگ داشت و محتاج کمک من بود. پس تنها کاری که ازم برمیومد این بود که مجبورت کنم تک و تنها وسط دریای تاریک شنا کنی. میدونستم میتونی. میدونستم از پسش بر میای. هر دو مدتی ساکت ماندند. برک های درختان بیرون در باد میلرزید. لرزید. سکوت را شکست. خب، پس یوزو حالش خوب شد و کالج رو تموم کرد. بعدش چی شد؟ بازم هفته یه بار می رفت پیش مشاور. ولی تقریبا تونسته بود زندگی معمولی را از سر بگیره. دست کم قیافش دیگه مثل روح نبود ولی دیگه اون یوزوی هم نبود که قبلش میشناختی. اری نفسی کشید و به دقت کلمه هایش را انتخاب کرد. عوض شده بود. مثل این بود که قلبش از همه چیز خالی شده باشه. انگار هر جور علاقه به دنیای بیرون و از دست داده بود. موسیقی هم دیگه براش زیاد مهم نبود. تماشای این صحنه دردناک بود. فقط هنوز از اینکه به بچه ها موسیقی درس بده لذت می برد. این علاقه هیچ وقت از وجودش بیرون نرفت. حتی توی بدترین شرایط هم ول نکرد یعنی دوره ای که از زور ضعف نمی‌تونه سر پا هم بیسته باز هفته یک بار خودش رو تا مدرسه ی کلیسا می که به بچه ها پیانو یاد بده. همین یک کار داوطلبی رو ول نکرد. فکر کنم اصلا همین شوق و ذوقش برای کلاس بچه ها بود که حالش رو بهتر کرد. اگه این کلاس ها رو نداشت شاید جون سالم در نمی بود. اری چرخید و به پنجره خیره شد. به آسمان بالای درختها. بعد دوباره برگشت یک راست به سکر و نگاه کرد. آسمان را هنوز لایه نازک ابر پوشانده بود. ولی اون موقع یوزو دیگه اون حس دوستی سابق رو به من نداشت. همون حس دوستی بی قید و شرطی که وقتی کوچیکتر بودیم به من داشت. می گفت از من ممنون بابت همه کارهایی که براش کردم. فکر کنم از ته دلم می گفت. ولی در عین حال علاقش به منو یک سره از دست داده بود. گفتم که علاقش رو به تقریبا همه چیز از دست داده بود. من هم جزی از همین تقریبا همه چیز بودم. قبول کردنش دردناک بود. ما سالها دوست صمیمی هم بودیم. یوزو واقعا برای من مهم بود. ولی اینجوری شد دیگه. دیگه براشون کسی نبودم که نتونه کنارش بذاره. اری مدتی به نقطه خیالی بالای میز خیره شد. بعد حرفش را ادامه داد. یوزو دیگه سفید برفی نبود. شایدم خست کوفته تر از این بود که سفید برفی باشه. خود منم بگی نگی از هفت کوتوله بودن خسته شده بودم. در هر حال اون موقع جمع باحال ما جمع چهارتایی ما بدون تو دیگه مثل قبل کار نمی کرد. همه از کالج در اومده بودن و سر هر کسی به زندگی خودش گرم بود. گفتن نداره ولی ما دیگه شاگرد مدرسه نبودیم و گفتن نداره که بیرون انداختن تو همه ما رو زخمی کرده بود. زخمهای عاطفی که اصلا هم سطحی نبود. سکرو ساکت بود. مه به حرف های اری شده بود. اری گفت تو نبودی ولی همیشه بودی. بار دیگر سکوتی کوتاه. سکرو گفت اری میخوام از خودت بیشتر بدونم. چی تو رو به این جایی که الان هستی کشونده؟ اول از همه دوست دارم اینو بدونم. اری چشمها را تنگ و سرش را کمی کچ کرد. از سالای آخر نوجوانی تا بیست و چند سالگی یوزو منو کاملا زیر سایه خودش برده بود. یه روز دوروبرم و نگاه کردم دیدم دارم محو میشم. دوست داشتم نویسنده بشم. همیشه از نوشتن لذت می بردم. دلم میخواست رمان رومان بنویسم، شعر بنویسم از این جور چیزا. تو که میدونستی دونستی نه؟ سکرو به تایید سرتکان داد. اری همیشه دفترچه یاد داشته پربرگی همراهش بود برای وقتهایی که احساس نیاز میکرد چیزی بنویسد یا ایدهی به فکرش می رسید. ولی توی کالج نتونستم که نتونستم. لحظه به لحظه یوزو رو می پاییدم و اون وقت همه زور خودم رو که می زدم فقط میتونستم از درسام عقب نیفتم. توی کالج دو تا دوست پسر داشتم ولی اونم به جایی نرسید. اینقدر پیش یوزو بودم که نمی رسیدم زیاد ببینمشون. هیچ کارم جواب نمیداد. یه روز یهو نشستم از خودم پرسیدم هیچ معلومه داری با زندگی چی کار می کنی؟ هیچ هدفی نداشتم. فقط داشتم دور خودم میچرخیدم و خودم رو تماشا می کردم که اعتماد به نفسم دود میشه میره هوا. میدونم که یوزو هم حال روز سختی داشت. ولی باید درک کنی که منم همینطور بودم. چشمهای ایری باز باریک شد. انگار به منظره دور دست چشم بدوزد. یه روز یکی از دوستای کالج دعوتم کرد باهاش برم کلاس سفالگری. منم رفتم. بیشتر از سر بازی گوشی. اونجا بود که بعد از اون همه وقت چیزی رو که دنبالش میگشتم پیدا کردم. وقتی چرخ سفالگری رو چرخوندم دیدم انگار میتونم با خودم رو راست باشم. تمرکز روی ساختن چیزی کمک کرد همه چیزهای دیگر رو فراموش کنم. دقیقا از همون روز تا حالا شیفته سفالگریم. توی کالج فقط تفننی بود ولی بعدش خواستم حرفه ای سفالگری کنم مدرکمو که گرفتم یه سال درس خوندم و همزمان نیمه وقت کار کردم تا دوباره برگشتم کالج این بار توی گروه طراحی صنعتی خداحافظ رمان سلام سفالگری همون روزایی که داشتم سفالگری یاد می گرفتم با ادوارد آشنا شدم. ادوارد در قالب یک پروژه تبادل دانشجو اومده بود ژاپن درس بخونه. آخر سر با هم ازدواج کردیم و اومدیم اینجا. زندگی گاهی وقتا قافلگیری محضه. اگه دوستم دعوتم نکرده بود کلاس سفالگری الان زندگیم به کلی فرق میکرد. سکرو به ظرف های توی قفسه اشاره کرد و گفت اینجور که پیداست استعدادش رو هم داری من زیاد از سفالگری سر در نمیارم ولی وقتی به کارات نگاه میکنم و توی دستم میگیرم احساس فوق ای دارم اری لبخند زد استعداد رو که نمیدونم ولی کارام اینجا خوب میفروشه پول زیادی ازش در نمیاد ولی واقعا خوشحالم که آدما طالب چیزهایی هستن که من میسازم. حرف تو میفهمم چون کار خود منم ساختنه. گیرم چیزهایی که من میسازم با مال تو خیلی فرق دارن. فرقش به اندازه فرق خود ایستگاه قطار با ظرف غذاست. خب ما توی زندگی به هر جفتش نیاز داریم. اری گفت پس چی؟ به چیزی فکر کرد. لبخند از روی لبهایش به تدریج محو شد. اینجا رو دوست دارم. فکر کنم تا آخر عمر همینجا بمونم. بر ژاپن؟ الان دیگه شهروند فندلاندم. زبانم خیلی بهتر شده. سر کردن زمستوناش خیلی سخته اعتراف میکنم ولی عوضش به من بیشتر وقت کتاب خوندن میده شایدم به این نتیجه برسم که دوباره دلم میخواد نویسندگی رو شروع کنم بچه ها الان به فندلاند عادت کردن و اینجا دوست پیدا کردن ادواردم مرد خوبیه خونوادشم با ما خوبن کارم هم خوب پیش میره اینجا هم دوست دارم. اری سرش را بالا آورد و به سکر رو چشم دوخت. بعد از خبر قتل یوزو بود که به این نتیجه رسیدم میتونم بقیه ای عمرم اینجا بمونم. آف زنگ زد خبر داد. اون موقع سر دختر اولم حامله بودم و نتونستم برای مراسم برم. ضربه وحشتناکی بود. قفسه سینم از اینکه فهمیده بودم یوزو رو اونجوری توی یک جای غریب کشتن داشت میشکافت از اینکه میدونستم جسدش رو هم سوزوندن و حالا چیزی نیست جز یک مشت خاکستر از اینکه میدونستم دیگه هیچ وقت نمیبینمش اون موقع تصمیمم و گرفتم و گفتم اگه دختردار بشم اسمشو یوزو میذارم. دیگه هم به ژاپن بر نمیگردم. پس اسم دخترت یوزوه؟ یوزو کورونو هاتاینن یک بخشی از یوزو دست کم توی این اسم هنوز زنده است. ولی اصلا یوزو چرا تنهایی رفت هاماماتسو؟ من تازه اومده بودم فندلاند که یوزو رفت هاماماتسو نمیدونم چرا مرتب به هم نامه می نوشتیم ولی هیچ وقت از اینکه چرا پا شده رفته یه شهر دیگه چیزی به من نگفت فقط گفت به خاطر کار بوده ولی توی ناگویا هم کلی کار پیدا می کرد اسباب کشی و زندگی تنها توی جایی که تا حالا پاشو نذاشته بود براش مثل خودکشی بود جنازه یوزو را کف آپارتمانش در هاماماتسو پیدا کرده بودند. با کمربند پارچهی خفه شده بود. سکرو تفصیل ماجرا را در روزنامه ها و مجله های قدیمی خوانده بود. در اینترنت هم گشته بود تا درباره این پرونده بیشتر بداند. سرقتی صورت نگرفته بود. کیف پولش که پول هم داخلش بود نزدیکش پیدا شده بود. اثری از تجاوز به چشم نخورده بود. چیزی در آپارتمانش به هم نریخته بود و نشانه های کشمکش هم دیده نشده بود. همسایه های هم طبقش صدای مشکوکی نشنیده بودند. توی زیر سیگاری چند تا ته سیگار نعنایی بود ولی معلوم شده بود که سیگارها مال خود یوزو بوده. سکرو از خواندن این خبر اخم کرده بود. یوزو سیگار می کشید؟ زمان قتل را بین ساعت ده شب تا نیمه شب تخمین زده بودند. آن شب تا سحر باران آمده بود. بارانی که برای شبی در ماه مه نیمه های بهار سرد بوده. جسدش را سه شب بعد تر پیدا کرده بودند. یوزو سه روز تمام کف آشپزخانهش با کف پوش کاشی نما افتاده بود. انگیزه قتل هرگز کشف نشد. کسی دیر وقت شب آمده بود بدون هیچ سر و صدایی خفش کرده بود بی اینکه چیزی بدزدد یا چیزی را به هم بریزد و بعد رفته بود در خود به خود قفل می شد معلوم نبود آیا در را یوزو از تو باز کرده یا قاتل کلید یدک داشته. یوزو در آپارتمانش تنها زندگی میکرد همکارها و همسایه ها گفته بودند به نظر نمیرسیده دوست نزدیکی داشته باشد جزگاهی وقتها که خواهر بزرگ و مادرش از ناگویا میآمدند به او سر میزدند همیشه تنها بود لباسهای ساده میپوشید و همه آدمها که او را زنی سربزی زیر و آرام میدانستند شک شده بودند. به کارش علاقه داشت و شاگردهایش خیلی دوستش داشتند. ولی بیرون محیط کار ظاهرا هیچ دوستی نداشت. هیچ کس نمیدانست چرا کارش به مرگ کشید و چرا خفهش کردند. با پیدا نشدن هیچ مزنونی حجم تحقیقات پلیس به تدریج آب رفت. گزارش ها درباره این پرونده روز به روز کوتاه و کوتاه تر شد تا سرانجام به کلی از صفحه روزنامه ها ناپدید شد. پرونده ای بود غمانگیز و دردناک. مثل همان باران سردی که یک بند تا سهر باریده بود. اری آهسته انگار که رازی را فاش کند گفت یک روح خبیس تسخیرش کرده بود به جونش افتاده بود بهش چسبیده بود نفسای سردش به گردن یوزو میخورد یواش یواش سکنج دیوار خفتش کرده بود اون همه بلایی که سرش اومد مال همین بود ماجرایی که با تو پیش آورد سوء تغذیهش اتفاقایی که توی هامامات سو افتاد هیچ وقت دلم نمیخواست اینو به زبون بیارم انگار اگه به زبون می واقعیت پیدا می برای همین تمام مدت ساکت موندم فکر کردم هیچ وقت حرفشو نزنم تا بمیرم ولی الان دیگه چرا به تو نگم؟ ممکنه دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم. تو هم لازم اینو بدونی. یه روح خبیس بود یا یه چیزی شبیهش. آخرشم یوزو نتونست از چنگش فرار کنه. اری آه عمیقی کشید و به دستهایش روی میز خیره شد. دستهایش به وضوع و تقریبا شدید میلرزیدند سکرو نگاهش را گرداند و از پنجره به بیرون نگاه کرد. به پشت پرده که در باد تکان میخورد. سکوتی که بر اتاق افتاده بود، آزارنده بود، پر از غمی امیر. احساسات ناگفته به سنگینی و تنهایی یخچالهای باستانی بودند که دریاچه عمیق را در دل سنگ ها شکل داده بودند. پس از لحظه ای سکرو برای اینکه سکوت را بشکند گفت سالهای زیارت و یادت هست یوزو یکی از قطعه رو زیاد میزد. اری گفت لوملدو پی خوب یادمه گاهی وقتا گوشش میدم میخوای بشنوی؟ سر سرتکان داد. اری بلند شد رفت پای دستگاه کوچک پخش صوت. از دسته سیدی ها یکی را انتخاب کرد و گذاشت. نوای لوملدوپی و پی از بلندگوها بلند شد. ملودی ساده آغازین که با یک دست و نرم نواخته می شد. اری روبروی و نشست و تکیه داد. هر دو در سکوت به موسیقی گوش کردند. شنیدن این موسیقی اینجا کنار دریاچهای در فندلاند جذابیتی متفاوت داشت نسبت به وقتی که در آپارتمان خودش در توکیو گوش میداد ولی صرف نظر از اینکه کجا آن را بشنود صرف نظر از اینکه با سیدی بشنود یا روی صفحه موسیقی همان چیزی بود که بود نوایی مطلقاً دلنشین و زیبا سوکورو یوزو را سر پیانوی اتاق پذیرایی خانهش مجسم کرد که این قطعه را می نواخت. خم شده روی کلیت ها، چشم ها بسته، لبها اندکی باز در جستجوی کلمه های بی صدا. از خودش جدا بود. به جای دیگر رفته بود. قطعه تمام شد. سکوت شد. بعد قطعه دیگری شروع شد. ناقوس های جنف. اری کنترل دستگاه را برداشت و صدا را کم کرد. سکرو گفت به نظرم با اجرایی که همیشه گوش می کنم فرق داشت. مگه کار کدوم پیانیست و گوش میدی؟ لازار برمان اری سرش را تکان داد. هیچ وقت نشنیدم. کمی زریفتر از این یکیه. من اجراش رو دوست دارم. فوقلاده است. ولی سبک این یکی اجرا بیشتر شبیه یک سونات از بتهون بود تا فرانتس اری لبخند زد. شاید به خاطر اینکه پیانیستش آرفرد برندله آره ممکنه زیاد ظریف نزنه ولی من اینو دوست دارم. فکر کنم به این اجرا عادت کردم چون همیشه همینو گوش میدم. یوزو این قطعه رو خیلی قشنگ میزد. با شور و حال زیاد. واقعا آره. قطعه هایی رو که اندازشون تو این مایه ها بود خیلی خوب میزد. سر قطعه های طولانی تر وسط راه یه جورایی انرژی کم می آورد. ولی هر کسی یه جوریه. همیشه حس میکنم بخشی از یوزو هنوز توی این موسیقی زنده است. خیلی سرزنده و خیلی درخشنده. آن وقتها که یوزو در مدرسه به بچه ها تدریس می کرد، سکرو و آو معمولا با پسرها در محوطه بیرون فوتبال بازی می کردند. دو تا تیم می شدند. دروازه ها معمولا چند کارتون مقوایی بود. سکرو همانطور که توپ را پاس میداد یک گوشش به صدای گام نوازی بچه ها پشت پیانو بود که از پنجره می آمد. گذشته سیخ دراز تیزی شد به تیزی تیغ و یک راست توی قلبش فرو رفت. درد بی صدای رنگی درونش پخش شد. مهره های پشتش را به ستونی از یخ تبدیل کرد. درد کم نمی شد. نمی خوابید. سکرو نفسش را حبس کرد. چشمها را از فرط درد محکم روی هم گذاشت. آلفرد برندل همچنان به پیانو نوازی روح نوازش ادامه میداد. سویت دوم سیدی شروع شد. سال دوم ایتالیا. و درست همینجا. در همین لحظه بود که سکرو سرانجام توانست همه اش را یک جا بپذیرد. سکرو تازاکی در عمیق ترین نقطه جانش به درک رسید. درک این که هیچ قلبی صرفاً به واسطه هماهنگی با قلب دیگری وصل نیست. زخم است که قلبها را عمیقاً به هم پیوند می دهد. پیوند درد با درد شکنندگی با شکنندگی تا صدای زج بلند نشود سکوت معنی ندارد و تا خونی ریخته نشود اف معنا ندارد و تا از دل زایعه بزرگ گذر نکنی رضا و رضایت است هماهنگی واقعی در همینها ریشه دارد صدای ایری که آن طرف میز نشسته بود گرفته بود انگار به زحمت از گلویش در بیاید سکرو راست میگم یوزو هنوز به چندین و چند شکل زنده است من حس میکنم توی هر صدایی که دور و برمون میپیچه توی نور توی همه شکلا و ظرفا توی تک تک اری صورتش را با دستهایش پوشاند دیگر حرفی از دهانش در نیامد سکرو ماند که اری گریش گرفته یا نه اگر گریش گرفته بود بی صدا گریه می کرد. وقتهایی که سوکورو با آو فوتبال بازی می کرد، اری و آکا هم خود را به آب و آتش می زدند تا نگذارند بقیه بچه ها کلاس پیانوی یوزو را به هم بریزند. هر کاری میکردند که سرشان را گرم کنند. باهاشان کتاب می خاندند, بازی میکردند، میبردندشان بیرون، برایشان شعر و آواز می خاندند. با این همه بیشتر وقتها این دست و پا زدنها به جایی نمی رسید. بچه ها هیچ وقت برای برهم زدن کلاس پیانو کم نمی آوردند. برایشان از هر کار دیگری جالب تر بود. تماشای دست و پا زدنهای بیفایده اری و آکا برای سرگرم کردنشان خنددار بود. سکرو کم و بیش بی اینکه فکر کند بلند شد رفت آن طرف میز. بی این که چیزی بگوید دست گذاشت روی شانه ایری اری هنوز صورتش را توی دست ها گرفته بود. سکرو همین که دستش به او خورد حس کرد اری لرزید. لرزشی که به چشم نمی آمد. سکرو. صدای اری از لای انگشت هایش بیرون آمد. میتونی یک کاری برای من بکنی؟ حتماً میتونی بغلم کنی سوکورو اری را بلند کرد و بعد او را به سوی خودش کشید دستهای ایری که از پشت سوکورو را گرفته بود گرم بود گونش روی گردن سوکورو خیس بود ایری زیر لب گفت فکر نکنم دیگه هیچ وقت برگردم ژاپن. نفسهای گرم و خیسش به گوش سکو رو میخورد. هر چیزی که میبینم منو یاد یوزو میندازه و یاد ما. سکرو چیزی نگفت، فقط همچنان محکم نگهش داشت. از پنجره باز دیده میشدند. کسی ممکن بود در حال رد شدن ببیندشان. ادوارد و بچه هایش ممکن بود هر لحظه برگردند. ولی اهمیت نداشت. برایشان مهم نبود دیگران چه فکری می کنند. مجبور بودند همدیگر را نگه دارند هر قدر که می خواستند. باید میگذاشتند پوست هم را لمس کنند و سایه های دراز ارواح خبیس را فراری بدهند. تردیدی نبود که دلیل آمدنش به اینجا اساساً همین بود. مدتی دراز همینطور ماندند. چه مدت نمیدانست. پرده سفید پنجره در بادی که از دریاچه میوزید همچنان تکان میخورد. گونه های اری خیس ماند و آلفرد برندل همچنان به نواختن سویت سال دوم ایتالیا ادامه داد. غزل چهل و هفت بعد غزل صد و چهار سوکورو تک تک نوت ها را می شناخت. اگر می خواست می توانست زیر لبی بخاندشان. برای اولین بار درک کرد که این موسیقی را چه عمیق شنیده و چقدر برایش معنا دارد. حرف نمی زدند. حالا دیگر کلمه ها فاقد قدرت بودند. مثل زوج رقصندهی که وسط رقص یک پا بر زمین یک پا در هوا خشک شده باشند خاموش و بی صدا فقط هم را نگه داشته بودند و خود را تسلیم جریان زمان کرده بودند زمانی که هم گذشته را در بر گرفته بود هم حال را و هم حتی تکی از آینده را که به زودی فرا می رسید. نفسهای گرم اری به گردنش می خورد و هیچ چیز از بین بدنهایشان رد نمی شد. سکرو چشمها را بسته بود. و همچنان که به تپش های قلب اری گوش میداد خود را به موسیقی سپرده بود تپش های قلب اری هماهنگ بود با صدای تلق و طلوق قایق کوچکی که به اسکله میخورد